سلام، دوباره تقدیم میکنیم. در لحظات پایانی بخش سرخط برنامه بامداد هستیم و امروز میخواییم در رابطه با ترانسپورت بیشتر صحبت بکنیم. از بهتر شدن وضعیت تجاری و ترانزیتی با کشورها میخواییم صحبت های داشته باشیم. با جناب حکمت الله قوانچ، نماینده از وزارت ترانسپورت افغانستان اینجا با ما هستند. آقای قوانچ سلام، صبحتان بخیر، بسیار خوش آمدین. تشکر، عرض سلام دارم خدمت شما، بینندگان تلویزیون، همچنان همکاران تکنیکیتان. ما دیروز معذرت میخواییم که در برنامه مشکلات راهبندی بود و امروز ما در خدمتتان هستیم. امروز هم میگن از بسیار جای پیاده آمدین. پیاده آمدیم، از راهبند بود به هر شکلی که چون امروز دیگه وعده خلاف نشیم. بخواییم که از وضعیت بهتر شدن ترانزیت صحبت بکنین، کمی یک اشاره هم داشته بودین و بین کمی بیشتر توضیحات بدین. تشکر، بسیار موضوع مهم اشاره داشتین. ببینین که در 4 سال اخیر با تلاش های رهبری حکومت وحدت ملی جلالت نام محترم رئیس جمهور افغانستان، همچنان اداراتی که زیرداخل بودن در بخش اتصال منطقوی و همچنان گسترش روابط ترانسپورتی، ترانزیتی، تجارتی با کشورهای همسایه و منطقه بود که خوشبختانه دستاوردهای بسیار مهمی داشتیم ما. یعنی در سالهای گذشته شما ببینید ما با یک کشور الا دو کشور روابط تجارتی و ترانزیتی داشتیم. یعنی وسایط ما مطابق متن موافقتنامه، یعنی وسایط و افغانی داخل خاک دومی شدن هم میتونست، برعکس وسایط اونها داخل خاک افغانستان تردد میکردن. خوشبختانه فعلا وسایط ترانسپورتی ما با تمام کشورهای همسایه نکسرن. با چند کشور در حال حاضر ما رابطه تجاری و ترانزیتی داریم؟ ما چندین موافقتنامه‌ای که به امضا رسیده مطابق متن موافقتنامه وسایط تردد میکنه، اما با تاجیکستان و ازبکستان و همچنان با ایران، ترکمنستان و همچنان با پاکستان فعلا وسایط ترانسپورتی رفت آمد میکنن. اما چیزی که مهم است در چند سال اخیر موضوع صادرات. ما یک کشور وارداتی بودیم، تمام اموال وارد می شد اما صادرات ما هیچ نداشتیم و خوشبختانه فعلا از طریق دهلیزهای هوایی هم با چندین کشور همچنان بنادری که هستم موضوع موافقتنامه چابهار رای لاجورد است که ما تانستیم که امو محصولات داخلی افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه و از اون طریق به کشورهای اروپایی برسانیم که خوشبختانه با چندین موافقتنامه که امضا شد و همچنان عملی کارایش آغاز شده. بله، از سالهای پسیر میخواییم صحبت داشتیم که دستاورد حکومت وحدت ملی افغانستان در بخش ترانزیت چگونه بود در این سالهای پسیر؟ در چند سال اخیر شما شاهد هستین که چند دستاورد مهمی در بخش اتصال منطقوی داشتیم که موضوع امضای موافقتنامه 3 جانبه چابهار و همچنان پلان تطبیقی موافقتنامه از طرف وزارت ترانسپورت و شرکای کاری ما که ادارات که زیرداخل بودن نظریات اونها گرفته شده، پلان تطبیقی تکمیل است فعلا. انشالله تا روز جمعه این 6 وسایط داخل خاک افغانستان پس برگشت میکنه. اما چیزی که مهم هستن این ادعای بود که گویا که اولین محموله رفت دیگه نمیره، اما آمادگی های کامل است تا 2 هفته الا 3 هفته یا آینده، یعنی آمادگی ها هست که از طریق رای لاجورد هم دومین محموله حرکت کنه به طرف ترکیه و از این طریق به کشورهای اروپایی محصولات ما برسن. موضوع خط آهن آقینه است که از این بگذاریم، بسیار موافقتنامه مهمی که بود در وزارت ترانسپورت، موافقتنامه 2 جانبه و 3 جانبه بود که کمیته ای که از طرف وزیر ترانسپورت موظف شده بودن تمام موافقتنامه بازنگری شده با در نظر داشت منافع ملی کشور تمام موافقتنامه باز نگری شده. انشالله. پرسش اخیرم با شما مطرح خواهد ساختم. من میبینم که همکارای ما آمادگی میگیرن تا اینکه من بیرون باید برایم به برف، ولی از فریجانم خواهش میکنم تا که جمپر من نبیاره و من توان بیرون رفتن ندارم. خواهش میکنم که اون جمپر من رو بیارن، هوا سرد از بیرون، همکارای ما خنده میکنن. از پلیت صحبت کردین و یک نشسته که جناب وزیر صاحب فواید آمد داشت و از اونجا از خرابی جاده ها صحبت کرده بود، از 25% جاده های افغانستان خراب هستند و نهادهای مختلف حکومت وحدت ملی در اونجا حضور داشتند که نماینده هم از وزارت ترانسپورت افغانستان بود و اونجا به نکته اشاره شده بود پلید با 1 پلید 2 موتر مثلا گشت و گذار میکنه، موتر باربری.
میشه که در این رابطه هم صحبت های شما را بشنوید. بسیار موضوع مهم اشاره داشتیم. ببینید که در گذشته ها اونمو فرار مالیاتی بودن و همچنین اشخاص و افراد از استفاده جویی میکردن و شرکت های ترانسپورتی که بود معیاری نبودن. این شرکت های خیالی وجود داشت در وزارت ترانسپورت وزیر سیب کیام دولت کار اولویتشی بود که اونمو معیاری سازی شرکت های ترانسپورتی بود که فعلا ما وان استاپ شاپ مرکز خدمات مشتریان کار خود آغاز کردن. تمام شرکت ها در حال ثبت راجستر شدن هستند. در پهلوی این هم وزیر سیب ترانسپورت در هرات سفر داشتن. این آغاز اولین برنامه بود که با هماهنگی ریاست محترم در رابطه با موتورهای که از پلی دو موتور استفاده میکنن فرار مالیاتی صورت میگرفت. از گمرک وقتی که پلیت وسایط است با یک پلیت وسایط خارج میشه، پس پلیت وقتی که از گمرک خارج شد دیگه کنده میشه در وسایط دیگه، پس اونم اموالی که هست این فرار مالیاتی بود. این استاندارد وجود نداشت. این خوشبختانه تمام گمرکات ما فعلا معیاری است و تمام نهادهایی که هستن مشترکاً ما کار میکنیم که این آغاز شده که بعد از این وسایط باربری که پلیت ندارن اما در جای مشخصی که کمپانی است ریپیت نشده باشه او وسایط شرکت های ترانسپورتی این جریمه میشه و اونا برخورد قانونی صورت میگیره. آقا قوانج میگن با بهتر شدن سیستم ترانزیت افغانستان در روایت افغانستان هم افزایش رونما شده. به نظر شما چقدر روایت خوب تر شده؟ 100% ببینید که از گذشته تا حال ما مصادراتی که داشتیم یعنی به هیچ کشور تنها از پاکستان داشتیم، وسایط ما در نقطه صفری تخلیه میشد با وسایط پاکستانی انتقال پیدا میکرد. خوشبختانه فعلا ما تانستیم که از طریق هوا و از طریق زمین تولیدات و محصولات داخلی خود به کشورهای دیگه انتقال بدیم. این افزایش صادرات ما از سالهای گذشته بیشتر شده و همچنان بالای عواید ما تاثیر بسیار مستقیم و مهمی داشته که انشالله با عملی شدن موضوع پلیت ها و همچنان وسایط ما که از راه چابهار انشالله حرکت میکنه، این 100% در رشد اقتصادی کشور تاثیر مستقیم داره. خیلی سپاسگزار هستیم. تشکر. خوش آمدین. چند تصویر زیبا تقدیمتان میکنیم. پس از تصویر مرا در اینجا نمیبینین. بیرون خواد رفتم و با همکاران ما هم دوست دارم که یک چند لحظه بروزی بکنیم. اینا بخیر، ما برآمدیم اینجا و چیک برفی هست و چیک هوای زیبا از دل ماست که امی مهمان بخش سرخط هم اینجا است. یک چند برف طرف شوار رو بکنم ببرمایی. بخیر برید، بخیر برید. اینی حالت است. خب اینی هم حق است فراد جان. خب شما هم لذت ببرین و امیدوار هستم که آی زنک بیا باش که عکسی همکار محمد ببینیم که همکارای ما میخوایم که بله برو موت. اینی هم نصیر از کارسو نوحق سایکو اینکای ویکی بر زلمه جان است. زلمه باش که ما امروز میخوایم که خراب میشه خب به هر حال اگر من اینجا باشم حالتم خراب میشه. خب به هر حال این هم بود داشته های برنامه. من همو برفاک های عینک خدا نارده. لذت ببرین از زندگی، لذت ببرین، خوش خوشحال باشین. ما میرم عینک های من پاک میکنم، میرم دیگه کمی خدا گرم میخوایم تا فردایی که دوباره برمیگردیم. همیشه خوش باشین، از زندگی لذت برین. قیس میگه که پیش نبیه دیگه توانه و گفت زدن ندارم. خدا نگهدارتان تا فردا.